آسمان کوثر به دنیا آمده کوثر بخوان، آسمان کوثر به دنیا آمده کوثر بخوان، با سرود وحی مدح دخت پیغمبر بخوان، مدح آن ممدوحه محبوبه داور بخوان، با زبان خیشتن نه با دم حیدر بخوان، با زبان حیدر از صدیقه اطهر بخوان. هر چه زیبا خوانده ای امروز زیباتر بخوان، ماه عصمت اختر برج هدا را مدح کن، روح احمد لیلة القدر خدا را مدح کن، جان عالم یک جهان را، جان عالم یک جهان جان را گرفته در بغل، دست دل بکشوده قرآن را گرفته در بغل، مطلع الانوار ایمان را گرفته در بغل، گوهر دریای غفران را گرفته در بغل، هستی دادار منان را گرفته در بغل، هر چی گویی بهتر از آن را گرفته در بغل. یا محمد، یا محمد، عصمت کبراست این، بوسه زن بر آفتاب طلعتش زهراست این، این ز پا تا سر تجلای جمال داور است، این نه یک دختر تمام هستی پیغمبر است، این به احمد کوثر است و دختر است و مادر است، بلکه مام 11 عیسی عیسی پرور است، ذات حق با آیه قرآن، ذات حق با آیه قرآن سناها گویدش، اولین شخصیت عالم فداها گویدش، مخزن اسرار حق گوهر ندارد مثل او، ذات رب العالمین مظهر ندارد مثل او، مصحف ختم رسول کوثر ندارد مثل او، نخل سرسبز نبوت بر ندارد مثل او، شخص ختم الانبیا دختر ندارد مثل او، شیر حق دست خدا یاور ندارد مثل او، هر چی گفتم هر چی گویم در ثنای او کم است، مدح ناموس خدا فوق بیان عالم است، آفرینش باغ توحید و بهارش فاطمه است، دین و قرآن تا قیامت اعتبارش فاطمه است، مصطفی فخر نبوت افتخارش فاطمه است، مرتضی دست خدا و دستیارش فاطمه است، دستیارش نه همه دار و ندارش فاطمه است، ای خوشا آن کس که روز حشر یارش فاطمه است، در ثنای او همون اقرار عجز ما بس است، گفتن اوصاف این دختر نکار هر کس است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند متعال عرض سلام دارم خدمت تمامی شما دوستان عزیز و ناظرین.
شما همراهان همیشگی برنامه کودک و نوجوان انشاءالله که جور و صحتمند و خوشحال باشین. خوش آمدین به ویژه برنامه امروز. امروز 20 جمادی الثانی و سال روز ولادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما هم به نوبه خود فرارسیدن سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت تمامی مسلمانان جهان به خصوص شما عزیزانی که بیننده برنامه خودتان هستین تبریک عرض می‌دارم. در ویژه برنامه امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمانان گرامی و ارجمند داریم در برنامه امروز، در استودیو با ما هستن و ما هم در خدمتشان هستیم. از شما عزیزان میخواییم که بیننده برنامه خودتان باشین، بیننده ویژه برنامه خودتان باشین و همگی ما در کنار هم در کنار دوستای ما باشیم و از این روز مبارک انشالله که تجلیل کنیم. خب دوستان عزیز و نازنین، ویژه برنامه های ما وقتی که مهمانان عزیز میاین حتما تحفه هایی میارن بر ما، یعنی شعر آماده میکنن بر ما میارن، مقاله آماده میکنن بر ما میارن که دوستای ما هم ماشاءالله امروز تمامشان امو کار انجام دادن و انشالله که در ادامه برنامه یک به یک به تمامشان گوش بیتیم و انشالله که شما عزیزان هم بیننده برنامه خودتان باشین که دوستان ما هم که قدر زحمت کشیدن شما عزیزان هم بشنوین. خب دوستان عزیز، و ما در پهلوی ای که دوستای ما تحفه های بر ما آوردن و شعر آوردن و مقاله آوردن، ما امروز مسابقه هم داریم در برنامه که باز هم دوستان ما زحمت میکشن و هر کسی که خواست میتونه که بیایه مسابقه را انجام بده. بله دوستان عزیز، در قسمت اول برنامه از دوست بسیار عزیز ما که زحمت کشیدن و بر ما شعر آماده کردن که انشالله مشنویم، دعوت میکنیم از احسان جان که احسان جان بیاین و شعری را که آماده کردن و خوانش بگیرن. دوستان شما هم احسان جان را تشویق کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه عزیز ما دختر پیامبر بود، او فقط نه یک دختر بلکه مثل مادر بود. صبح آهسته آهسته می رفت و خانه و دم در را مثل گل دسته می کرد. خانه پیامبر را می نشست و باز می کرد. جا نماز بابا را در سفره همه چید. نان و شیر و خورما را آسیا به دستی را می نشست و می چرخاند. روی لب گل خنده زیر لب دعا می خواند. همیشه پدر می گفت یاور پدر هستی دختر عزیز من، مادر پدر هستی. بله تشکر از احسان جان عزیز. دوستو تشویق کنید احسان جان. ممنون از احسان جان عزیز که زحمت کشیدن و شعر زیبایی را که آماده کردن برای ما به خوانش گرفتن. خب دوستان عزیز، یک موضوع دیگه هم که امروز هست و بیاین که از دوستان هم پرسان کنیم. خب دوستا، امروز بر علاوه ای که روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، دیگه کدام مناسبت است؟ روز مادر. بله روز مادر هست و دوستان عزیز، ما هم از طریق برنامه کودک و نوجوان فرارسیدن روز مادر را تبریک میگم خدمت تمامی مادرهای مهربان. انشالله که همیشه صحتمند باشن و دوستای ما هم که حتما دیگه میخواین که روز مادر تبریک بگین دیگه دی؟ خب بیاین که همگی ما با هم میگیم روز مادر مبارک، درسته؟ خب 3 2 1 بفرمایید بگین روز مادر مبارک. خیلی زیاد تشکر از دوستای ما. و دوستان به مناسبت روز مادر، علیرضا جان برای ما شعر آماده کردن که انشالله میاین و برای ما میخوانن. خب دوستان علیرضا جان را خوب تشویق کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلطان غم چشم چراغم مادر، گل تنها گلم گلزارم باغم مادر، بعد از خدای تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر. مادر پرستار دلم ای روشنی، روشنی بخش چراغم منزلم. بله، تشکر از علی رضا جان عزیز، دوستا تشویقش کنید دیگه. بفرمایید. بله، علی رضا جانم تقدیم کرد پارچه شعر را برای مادر عزیزشان. انشالله که همیشه صحتمند باشن، تمامی مادرها صحتمند باشن و همگی با مادرهای خودمان را دوست داریم. انشالله که خداوند عمر طولانی و عمر پربرکت نصیبشان کنه. خب دوستان عزیز و ناظرین، ممنون از همراهی شما خوبان که با ویژه برنامه خودتان همراه هستین. ویژه برنامه ما با مناسبت روز مادر و سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. همراه برنامه خودتان باشین، اگر رفت آمده می داشته باشیم و دوباره برمیگردیم. به نام خداوند یکتا و مهربان، در نخست میخواستم تولد دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه زهرا را به تمام مسلمانان جهان تبریک عرض نماده و این روز باشکوه و روز مادر را به تمام مادران عزیز تبریک عرض نمایم و اینکه میخواستم چند حرفی درباره مقام مادر حرف بزنم. و مادر یکی از موجودات موجودی است که در هیچ جای دنیا پیدا کرده نمیتونیم مثل مادر، و مادر مقامش بسیار بالاست و باید احترام داشته باشیم. و آنچنان که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که بهش زیر پای مادر است، و از این جمله باید درک کنیم که مقام مادر یعنی چقدر بالاست و چقدر باید احترام بذاریم و یعنی احترام داشته باشیم. و ما باید هیچ وقت و هیچ گونه مادران خود را اذیت نکنیم و همیشه احترامش داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی بهترین روزها تولد بی بی فاطمه زهرا را بر همه مسلمان های جهان مبارک میگم، و مهمتر از همه تولد روز مادر را بر همه مسلمان ها تبریک میگم. ما باید هیچ وقت مادران خود را اذیت و آزار ندهیم، از گفتشان کنیم و آنها را احترام کنیم. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که به زیر پای مادران است، ما باید هیچ وقت مادران خود را اذیت نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله یکتا. مادر موجود مهربان و دوست داشتنی است، ما هیچ گونه نمیتونیم حق مادر را ادا کنیم. مادر جان روزت مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر بهترین الگو است برای زندگی، مادر بهترین نمادی از صبر و استقامت است تا ما با جوانه بزنیم، مادر بهترین رفیقم است در دنیا. مادر جان روزت مبارک. مادرکم مادرم مثل چراغ در بهم، تو هستی رحمایم رفیق لحظه آیم، بمان بمان در بهم یارم دوستت دارم ام چطا نرک مهربان. خیلی زیاد خوش آمدیم دوستان عزیز به برنامه خودتان، و ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. قسمه که در آیتم اول برنامه گفتیم که در ویژه برنامه امروز مسابقه هم داریم که دوستان ما بیاین و مسابقه را انجام بدن، و مسابقه ما هم مسابقه آسان است. دوستان توجه داشته باشین که همگیتون یاد بگیرین. خب ما نمیتونیم همگیتون بخوایم که مسابقه را انجام بدین، ولی دو نفر را میتونیم، یک نفر از این گروه یک نفرم از این گروه، درسته؟ اول به مسابقه گوش بدین دوستان عزیز. داخل سبد توپ های نارنجی است، درست است؟ شما هم میبینید دیگه نی؟ بله. و این سبد را اینجا میمانین و توپ را میگیرین و با ضربه زدن بر روی میز
با فاصله البته، نه که خیلی نزدیک، با فاصله. اول باید توپ روی این میز تچ کنه بخوره و بعدش بره داخل این گلاس بفته. درست است؟ هر کسی که تانست این کار را زیادتر انجام بده یا هر کسی که تانست تعداد توپ های زیادتر داخل گلاس پرته اونم برنده مسابقه است، یعنی برنده گروه خودش میشه دیگه. بله دیگه، خوب کوشش کنین که هر کدامتون که میایین به نمایندگی از گروهتون میایین. درست است؟ و برای هر کدامتون هم یک دقیقه وقت میگیریم. درست است؟ خب از گروه دست راست کی میایه؟ بله ماشاءالله تمامتون میایین دیگه، خودت چرا نمیایین؟ خب بیا که خودت قد دل هستی، بیا. خب خیر است، خودت بیا. خودت هم یاد نداری؟ خب دستا بالا میکنید، بفرمه شما در کنار ما باشین. بیا خودت بیا. بله خودت بیا. خب فهمیدین دیگه که مسابقه چه رقم است نی؟ یک دقیقه وقت دارین و از وقتتون درست استفاده کنین. هر کسی که تانست تعداد توپ های زیاده رو داخل گیراس بندازه اونو برنده میشه. درست است؟ دوست شما آماده هستین؟ بله. پس بیاین یک کار کنیم، دوستای ما رو تشویق کنیم. خب بله تشویق کنین. آفرین آفرین. و بیاین یک کار دیگه کنیم. خب از گروه شما فواد جان آمده، از گروه شما نام خود چی است؟ علیرضا جان آمده. پس شما هر وقت که فواد جان مسابقه رو انجام داد هر دو گروه تشویق کنین فواد جان رو. خب هر وقتی هم علیرضا جان مسابقه رو انجام داد باز هم هر دو گروه تشویق کنین. بله فواد نیست؟ بله امیرحسین، امیرحسین جان میبخشین. خب اول کدامتون مسابقه رو انجام میتین؟ امیرحسین. خودت انجام میتی؟ خب دوستو تشویق کنین. خب پس همگی ما شمار میکنیم. خب از خب خودت آماده هستی؟ خب بریم. سه دو یک بفرمایید. خیلی خیلی صدا ما بتیم. یک کم پیش از کنیم. آفرین امیر جان، به کم دقت کن. آفرین دوتا تشویق کنیم. یک کم آسته. آفرین. یک کم دقت. وقتشان 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 چقدر مونده؟ خب ده نو هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک. توپام تمام شد و امیر جانم موفقانه، نه موفقانه نه، امیر جان خب خیر است کوشش زیاده کرد ولی نشد دیگه نی؟ یا مسابقه سخت بود؟ خب بیا یکم صحبت کن امیر جان. به نظر خودت مسابقه سخت بود یا خودت نتونستی مسابقه را انجام بدی؟ یکم سخت بود نه؟ خب خیر است. خب دیگه از این که مسابقه آسان‌تر نمیشه دیگه. میشه دوستا؟ میشه؟ نه. خب خودت میگی نه، الان نوبت خودت هم برسه. خب خب دوستان عزیز، علیرضا جانم که بخیر آماده شد که مسابقه را انجام بده. امیرحسین خودت گفتی که مسابقه آسان است نه؟ گفتی نه؟ بله. پس که مسابقه آسان است دیگه، حالا ببینیم که علیرضا جان میتونه چند توپ را داخل گلاس پرته.
خب دوستان شما هم آماده هستین؟ آه. خب پس همگی با هم باز هم بشماریم. 3 2 1 بله شما تصدیق کنید. تشویق کنیم بازم علی جان را. بله تشکر از شما دوستان که تشویق کردین، انرژی دادین به ما، به علی جان و به دوستای عزیز ما که بیننده برنامه خودشان هستن. واقعا مسابقه سخت بود نه علی رضا جان؟ بله مسابقه واقعا سخت بود، ولی خب خیر است دیگه، اگه کوشش میکردین امکانش بود که برنده شدین، ولی خب خیر است. مسابقه برای ای است که ما بتانیم چند لحظه لبخندی را روی لبهای شما، روی لبهای دوستان ما بیاریم و این دیگه کدام مسابقه جدی نیست دیگه. ولی خب به هر حال ما باید یک چالش، یک مسابقه که می داشته باشیم کوشش کنیم زیادتر کوشش کنیم که مسابقه را به درستیش و پایان برسانیم. ولی خب خیر است، بعضی مسابقه هم هست که نمیشه دیگه، نه مثلا مثل این مسابقه است. خب خیر باشه. علیرضا جان بفرمایید در جایتان، تشویق کنین علیرضا جان. خب دوستان عزیز، دوستان ما هم که در استودیو با ما هستن مسابقه را هم دیدیم و حالا هم یک معلومات و یا یک مقاله که دوست عزیز ما جاوید جان زحمت کشیدن و آماده کردن انشالله که مشنویم. شما هم دوستات جاوید جان را تشویق کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه حضرت زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا سلام الله علیها پدر بزرگوارشان فرستاده خدا جل جلاله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و مادرشان بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه می باشند. ایشان همسر حضرت علی علیه السلام هستند. حضرت زهرا سلام الله علیها در روز 20 ماه جمادی الثانی به دنیا آمد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در عبادت خدا و پرهیزگاری و فضیلت آینه تمام نمای پدرشان رسول خدا جل جلاله بودند. و چند آیاتی از قرآن کریم را در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل کرده است. پیامبر اسلام ایشان را به امر خدا سیدت النساء العالمین یعنی بزرگترین بانوی جهان ملقب نمودند و ایشان را بسیار دوست داشتند، تا آنجا که هرگاه رسول خدا و وارد می شدن حضرت به احترام ایشان از جا بر می خواست و به ایشان خوش آمد می گفتن و ایشان را در کنار خود می نشانید و می فرمود خدا با خوشنودی فاطمه خوشنود می گردد و با رنج فاطمه غضبناک خواهد شد. بله تشکر از دوست عزیز ما، تشویقش کنید دوستا. بفرمایید. خب دوستان عزیز، معلومات و مقاله زیبایی را شنیدیم از دوست عزیز ما جاوید جان عزیز که در مورد زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما آماده کردن، زحمت کشیدن. و دوستان عزیز همچنان ما باید در مورد زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همگی ما و شما معلومات خوب داشته باشیم، چرا که
حضرت پیامبر ما دخترشان را حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خیلی زیاد دوست داشتن. قسمی که در مقاله جاوید جان نوشته بود که وقتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد مکان می شد که حضرت پیامبر در اونجا نشسته بود، یعنی وارد اتاق می شد، وارد خانه می شد که حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جای خودشان نشسته بودن، وقتی وارد می شدن پیامبر ما از جای خودشان بر می خیستن، استاد می شدن و به احترام حضرت فاطمه زهرا از جای خودشان می خیستن، استاد می شدن و دخترشان رو در پهلوی خودشان می شاندن. و باید همگی ما و شما معلومات خوبی داشته باشیم در مورد زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون امروز هم روز تولدش، روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و دوستان عزیز، ممنون از همراهی شما خوبان که با برنامه خودتان همراه بودین تا ایدم و ما هم در خدمت شما عزیزان بودیم. امید است که برنامه امروز مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما خداحافظی نمی کنیم، با شما هستیم. میان برنامه رو ببینین و دوباره که برگشتین در استودیو در کنار دوستان ما در ویژه برنامه امروز در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشین. ممنون از همراهی شما خوبان که با برنامه خودتان همراه بودین در ویژه برنامه امروز. ویژه برنامه امروز به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرارسیدن روز مادر هست که امروز هم ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست و هم روز مادر هست و باز هم فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را و فرارسیدن روز مادر را خدمت تمامی مسلمانان جهان به خصوص شما عزیزان، مادران عزیز، مادران مهربان تبریک و تهنیت عرض می دارم. دوستان عزیز و ناظرین، در برنامه امروز دوستای ما در برنامه در استودیو با ما بودن، هر کدامشون تحفه هایی بر ما آوردن، شعر خواندن، مقاله خواندن و ممنون از دوستای ما که واقعا زحمت کشیدن. و چون در آیتم آخر برنامه هستیم، یکی از دوستای ما حمیدالله جان بر ما باز هم شعر آماده کردن که قرار است بر ما بخوانند. خب دوستا شما هم حمیدالله جان را خوب تشویق کنین. بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شعر دارم به واسه فاطمه الزهرا سلام الله علیها. باز عالم چون بهشت خرم است، از چیا رب انصفا در عالم است. ملک هستی نقش زیبایی گرفت، آسمان هم نور زهرایی گرفت. به خدیجه اسوه صبر و یقین، بانوی اسلام و مؤمنین. حق عطا فرموده است با تا سرش، خونده احمد بس ایزدان کوسرش. خلقت او افتخار انبیا، اسمت او افتخار اولیا. خانه سرچشم امیدها، دامنش تابشگر خورشیدها. فاطمه محبوبه پروردگار، فاطمه محبوبه دارالقرار. تشکر. تشکر از حمیدالله جان. دوست تشویق کنیم. ممنون از یکایک شما دوستانی که امروز آمدیم به برنامه و واقعا در کنار شما بودیم در ویژه برنامه امروز. امیدوار هستم که دیگه شما هم دق ناورده باشین. دق آوردین؟ نه. بله. خب دوستان عزیز و نازنین، آیتم پایانی برنامه است و ما هم به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ای که دوستان ما زحمت کشیدن و آمدن در برنامه، ما هم تحفه هایی برشان تهیه کردیم که تقدیم حضورشان میکنیم. خب بیاد دوست عزیز از شما شروع میکنیم. بفرمایید. تقدیم شما. بفرمایید. خدمت شما دوست عزیز. خدمت شما.
بفهم بفهم بفرمایید. خب بفهم یم خدمت شما خدمت شما خدمت شما خدمت شما و خدمت شما. خب ممنون از همراهی شما خوبان هم که ما رو تنها نماندید در برنامه امروز هم و در برنامه امروز همراه ما بودیم. برنامه هم به پایان میرسه. من از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم، ولی دوستان ما برای ما سرود آماده کردن به مناسبت ولادت حضرت زهرا که همگی ما قرار است که بشنویم. من از حضور شما عزیزان مرخص میشم تا برنامه های بعدی که باز هم در خدمت شما خوبان حاضر میشیم. شما رو به خداوند یکتا و بی نیاز میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا حافظ و نگهدار همگی شما. Come on.